بعد چهارم و مسئله چهارمی که در ماجرای محرم ما داریم که یکی از نقاط جدید برای حادثه محرم و عاشوراست، همین حادثه مکه است. امسال محرم ما و شروع سال جدید هجری ما با مظلومیت شهدای مکه همراه شده که این آیه شریفه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، این هم در مورد مهاجرت اول، هم در مورد مهاجرت امام حسین و هم در مورد مهاجرت این حجاج مظلوم ایرانی و غیر ایرانی که امسال به حج مشرف شدند، یعنی ذی‌الحجه گذشته و حج کردند و به شهادت رسیدند، درباره همه اینها صدق میکنه و این حادثه تکمیل کننده ماجراهای ماه محرمه. در این حادثه مکه عیناً همون قضایای مظلومیت مقاوم تکرار شد و تکرار خواهد شد. همین نقطه‌ای که این عزیزان زیر اون فشار عجیب قرار گرفتن و مزدوران رژیم سعودی از جلو و عقب راه اونها رو بستند و همه راه‌های فرار رو قطع کردند تا جمعیت حتی فرصت متفرق شدن هم نداشته باشه و عده‌ای رو با شلیک گلوله، عده‌ای رو با چوب و سنگ، عده‌ای رو با گازهای خفه کننده، عده‌ای رو زیر فشار به قتل رسوندن، همینجا نقطه عجیب و تاریخی در صدر اسلام، اینجا بین شعب ابی طالب و هجون سرزمین‌های شناخته شده تاریخ ماست. اینها جاهای جدیدی نیست، این کوه‌ها و دره‌هایی که شما در این مسیر راه پیمایی میبینید، این همون کوه‌ها و دره‌هایی است که فریاد بلال، فریاد احد احد اون مسلمان مقاوم و مظلوم، فریاد یاسر، فریاد سمیه مظلومانه تو همین بیابان‌ها، تو همین کوه‌ها، تو همین دره‌ها یک روز بلند شد. اون روز روزی بود که ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و امثال اینها قدرتمندانه می‌خواستند این فریاد رو در گلوی مسلمان‌ها خفه کنند. خیال می‌کردند با کشتن سمیه‌ها و یاسرها، با کشتن این زن‌ها و مردهای مسلمان، با شکنجه کردن بلالها و عمارها خواهند توانست قال قضیه رو بکنند و خطر اسلام را که برای همه زرندوزان و جباران و گردنکشان و قلدران بزرگترین خطرهاست از سر خودشون رفع کنند. اما اشتباه کردند. یک بار دیگه همین فریاد در همین کوه‌ها و دره‌ها پیچید و اون روزی بود که سپاهیان فاتح پیغمبر از چهار طرف وارد بعد از 10 سال از این ماجراها تقریبا به شهادت اون عزیزان، پیغمبر اسلام با یک لشکر عظیم و نیرومندی آمد از همین شعب ابی طالب و دره‌ها و کوه‌ها و هجون و اینها گذشت، وارد مسجد الحرام شد و اشرافیت ابو سفیانی رو در هم شکست و اون نظام سیاسی جبار قلدر فاسد رو نابود کرد، در حالی که اونها هیچ انتظارش رو نداشتن. این تاریخ ماست، این سرگذشت ماست، این تجربه ماست. خیال نکنند اون قلدران قسی القلب و چماق به دست و مزدوران پست استکبار جهانی که این صداها خفه شد، این فریادها تمام شد، ماجرا ختم شد. خیال نکنن که کشتن حجاج ایرانی و غیر ایرانی، این شهیدان عزیز، این زنها و مردها، این بی سلاح‌های بی دفاع، این متذکرین به ذکر الله اکبر و لا اله الا الله،
براشون ارزان تمام خواهد شد. امام عزیزمان اون قلب روشن، اون آینه تابناک اراده الهی که ما در طول این 20 سال 20 و چند سال بارها اون رو تجربه کردیم، اون روز گفتن ریشه آل سعود با این کار زده شد و این سیاستمداران نادان و ابله با این کار گور خودشون رو کندند. به یقینا چنین هم خواهد بود. در فاجعه مکه در ماجرای مکه در این فاجعه بسیار جانسوز سه عنصر آشکار بود: قساوت و وقاحت و حماقت. بسیار قساوت به خرج دادن که من دو سه نمونه کوچک رو بعداً عرض خواهم کرد، و بعد بسیار وقیحانه با این مسئله برخورد کردن، به جای اینکه عذرخواهی کنن، به جای اینکه پیک بفرستن، به جای اینکه از خدا و از امت بزرگ اسلامی و از ملت ایران و از خانواده های شهدا استغفار بکنن، وقیحانه ایستادن و ادعاهای دروغ کردن و تبلیغات غلط کردن. و البته این تبلیغات به تدریج هم داره رسوا میشه و همیشه همین جوره، هر چه زمان بگذره موج بیشتر وسیع خواهد شد و دنیا رو به خود متوجه خواهد کرد. و ما نمیگذاریم در دنیا اندکی غفلت و بی اطلاعی نسبت به این قضیه باقی بمونه. ما تمام افکار و اذهان مردم دنیا رو به هر قیمتی و در هر مدتی که باشه نسبت به این حادثه بسیار بزرگ روشن خواهیم کرد. و عنصر سوم حماقت اینها بود. اینها خودشون دل و جرأت این کار رو نداشتن. مرد میدان این برخورد با نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نبودن. اینا مردمان بزدل و ترسو و مثل همه قارونهای زرندوز دنیا عاقبت اندیش و عافیت طلب بودن. آمریکا اینها رو فریب داد، این ابله ها هم فریب آمریکا رو خوردن و باید غرامت این کار رو بپردازند و مجازات بشند و خواهند شد به فضل پروردگار. دو سه تا از جزئیات حادثه رو من عرض کنم و من خواهش میکنم از برادران و خواهرانی که شاهد این حادثه بودن جزئیات حوادث رو دقیق بدون هیچ گونه مبالغه و زیادی در اختیار مسئولان بگذارید. دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی و سیاسی ما دارن حادثه رو جمع‌آوری میکنن. هر کسی که با ما ملاقات میکنه و چیزی میگه، ما میبینیم یه چیز جدیدی برای ما روشن میشه. و ما امروز قرائن زیادی داریم بر اینکه سعودی ها از پیش برنامه ریزی کرده بودند و میتوانیم این قرائن رو یه روز هم اعلان کنیم و به دنیا نشان بدیم و انشالله خواهیم داد. شما جزئیات حوادث رو هر کدام که مکه بودید، تو این حادثه بودید، در متن حادثه بودید، از بیرون نگاه میکردید، اما دقیق و بدون کم و زیاد، بدون مبالغه بگید تا اینکه مسئولین بتوانن این حوادث رو جمع‌بندی کنن، یک ترسیم بسیار دقیق و روشن
از این حادثه بسیار مهم و تاریخی به وجود بیارن. من دو سه تا رو عرض میکنم. یکیش ناظر به روحیه حجاج ایرانی است، این مردم عزیز ما، این ملت بی نظیر ما. حقیقتا جا داره اگر امام عزیز ما دست به دعا بلند کنه، بگه اللهم انی لم ارى اصحابا خيرا و ابر و اوفا من اصحاب. جا داره که امام ما به خدای متعال عرض کنه که خدایا من ملتی و امتی وفادارتر، شجاعتر، مقاومتر، صمیمیتر، مخلصتر از ملت خودم ندیدم. حقیقتا اینجور. اون حادثه عجیب اتفاق افتاده. از پیش از غروب آفتاب تا چند ساعت بعد از اذان مغرب این زن و مرد توی این محوطه این همه زیر فشار قرار گرفتن، در عین حال روحیه اونها اون چنان بوده که یکایک حوادث رو جا داره که انسان نقل کنه. یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفت هتلی که در اونجا اردنی ها بودن، من رفتم اونجا یه مقدار هم آبی، قمقمه آبی پیدا کردم، دیدم یه عده از خانمهای حاجی ایرانی توی اتاقی جمع شدن، چون وقتی فشار آمد هر کسی توانست توی یک جایی بره، توی یک هتلی، توی یک کوچه ای. یه عده کثیری از خانمها چشمهای اینها بر اثر این گازهای مسموم به شدت آزرده است. میگفت من این آبها رو بردم روی دستهای اینها میریختم که به چشمهاشون بکشن یه مقداری چشمهاشون آسوده بشه. بعضی از خانمها دستهاشون رو گرفته بودن که من روش آب بریزم. یه خانمی خواستم به او یه مقداری آب بدم که چشمهاش رو باز کنه یه مقداری این گرما و عرق، اشاره کرد که من احتیاجی ندارم، چشم من میسوزه، اما من رد خواهم کرد، این بغل دستی من بیشتر از من آسیب دیده، اول آب رو به او برسون. همون داستانهای باور نکردنی صدر اسلام والله داره تکرار میشه، اون هم در همه قشرها. در مورد شقاوت مزدوران سعودی عرض بکنم، در بعضی از این ساختمانها و هتلها که جمع کثیری مرد و زن و همه جور افراد آسیب دیده بودن که یک ساعت دو ساعت اونجا بودن تا بعد متفرق بشن، در یکی از این مجموعه هایی که جمعی از ایرانی ها بودن، وقتی که مزدورهای سعودی می فهمن که اینجا یه عده‌ای از حجاج ایرانی هستن، به جای این که راه رو باز کنن، اونا که دیگه حالا تو ماجرا نیستن، تو خیابان نیستن، به جای این که اونها رو تشویق کنن که بیایید برید به خانتون برسید، میان دم در اون هتل و اون کپسول های گاز خفه کننده شون رو در میانن و یک کپسول گاز هم در میان همین جمعی که تو هتل هستن میاندازن. نمیتونن بگن ما میخواستیم جمعیت رو متفرق کنیم. صدها قرینه است که اینها میخواستن خباثت کنن، شقاوت کنن. یکی از دوستان ما میگفت بعد از دو سه ساعت که از حادثه گذشته بود به مسجد الحرام رفتم، یه عده ای از خانمها آمده بودن در مسجد الحرام، چون اون قسمتی که زیر فشار قرار گرفت جمعیت زیادی از خانمهای حجاج در اونجا متمرکز بودن، یه عده ای خانه هاشون در اون طرف مسجد الحرام بود و راهشون از اونجا بود، یه عده ای راه رو گم کرده بودن و پرسیده بودن حرم کجاست، خودشون رو به مسجد الحرام رسونده بودن. میگفتن وقتی دیدن من ایرانی هستم و آمدم، 30-40 نفری آمدن گفتن ما رو به خانه هامون برسون. این برادر مسلمان مؤمنمون گفت من جمعی از اینها رو برداشتم که برم اینها رو به خانه هاشون برسونم. همین که از مسجد آمدیم بیرون یه مقداری راه رفتیم، یک عده از این گشتی های مسلح سعودی رسیدن، تا چشمشون افتاد به یه عده ای از ایرانی ها و یه مشت زن، مجدداً شروع کردن اینها رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و افتادن به جان این خانم‌های مسلمان، عده‌ای رو هم اونجا انداختن روی زمین. حقیقتاً
شقاوت و قساوتی که اینها به خرج دادن یک شقاوت و قساوت بی‌نظیره. تبلیغاتی در رسانه‌های جمعی در همون ایام علیه ایرانی‌ها انجام گرفت. اما من می‌خوام عرض کنم این تبلیغات حتی در خود مردم مکه هم اون اثری رو که اونها می‌خواستن نکرد. برادران ما نقل می‌کردن با اینکه اون همه تبلیغات شده بود که اینها می‌خوان مسجد الحرام رو خراب کنن، می‌خوان قم رو مرکز نمی‌دونم چی قرار بدن و از این حرف‌های بی ربط بی معنی مسخره آمیز، با این همه تبلیغات در این حال وقتی که حجاج ایرانی می‌رفتن توی کوچه خیابان با خود مردم مکه مواجه می‌شدن، از اونها به هیچ وجه خشونت نمی‌دیدن و این نشون می‌داد که تبلیغات حتی در خود اون مردم هم حقیقتاً بی اثر و خونساست. افکار عمومی دنیا حقیقت رو خواهد فهمید. جزئیات این حادثه بایستی به اطلاع مردم دنیا برسه. همونطور که امام فرمودن در این ماه محرم باید مرثیه ابا عبدالله الحسین همراه بشه با مرثیه این مظلومانی که در همون راه کشته شدن، در همون جهت و به وسیله همون جور مردم شقی و قسی القلبی به شهادت رسیدن. این خلاصه ای از اون حادثه بود. امروز به مناسبت اینکه در دهه محرم قرار داریم و ماجرای جانسوز عاشورا در پیش چشم ماست و این مصیبت عمومی هم برای مردم ما پیش آمده، من چند جمله هم میخوام ذکر مصیبت کنم و ماجراهای عاشورا رو که خیلی هاش در زمان خود ما تکرار شد و حوادث گوناگونی رو که ما در کتابها خونده بودیم در بین مردم خودمون و در این تجربه عظیم تاریخی به چشم دیدیم، یک گوشه ای از حوادث عاشورا رو من عرض کنم. یه مردی به نام عبدالله ابن عمیر کلبی که از قبیله بنی کلب هست و ارتباط زیادی هم با دستگاه اهل بیت به امام حسین نداره، در کوفه فرود آمده بود با همسر خودش که ام وهب کنیه داشت. دید یه لشکری در نخیله در نزدیکی کوفه دارن بسیج میکنن که این لشکر رو به یه جایی بفرستن. تعجب کرد که این قضیه چیست، با کی جنگ دارن اینها. پرسید این لشکر برای کجاست؟ گفتن این لشکر برای جنگ با حسین ابن علی داره تجهیز میشه و میره سر راه رو بر حسین ابن علی بگیره. این مرد تکان خورد، گفت من مدتها مشتاق جهاد در راه خدا بودم، اما امروز احساس میکنم که واجبتر از جهاد با کفار جهاد با این مردمی است که با فرزند پیغمبر و جگرگوشه زهرا و امیرالمؤمنین این جور دارن ظالمانه برخورد میکنن. رفت پیش همسرش، گفت من قصد دارم برم از حسین ابن علی دفاع کنم و به او بپیوندم. زن او ام وهب او رو تحسین کرد، تشویق کرد، گفت خدا تو رو خیر بده و به بهترین رأی‌ها و عقاید هدایت کنه، این کار رو حتما بکن و من رو هم با خودت به این میدان ببر. این زن و شوهر مخفیانه و شبانه از کوفه خارج شدن و از بیراه خودشون رو رسوندن به اردوی ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در کربلا اون روز فرود آمده بود و بودن در میان تشکیلات امام حسین علیه السلام تا روز عاشورا. در روز عاشورا بعد از آنی که یک حمله از طرف لشکر ابن سعد شد و جمعی به شهادت رسیدن، بعد یک یک اصحاب می رفتن به میدان جنگ و مبارزه می کردن، جنگ تن به تن می کردن و به شهادت می رسیدن و بعد نفر بعدی می رفت. از طرف لشکر عمر سعد دو نفر از چهره‌های معروف وابسته به دربار عبیدالله زیاد آمدن بیرون
و مبارز طلبیدند. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و بریر و اینها بلند شدند که برن. امام حسین فرمودند شماها بنشینید. این عبدالله ابن عمیر از جا بلند شد. امام حسین خیلی هم با او ظاهرا آشنا نبود، دید مرد گندمگون بلند بالای قوی هیکل ستبر بازویی است. گفت یا ابا عبدالله اجازه بده من برم با این دو نفر مبارزه کنم و حریف اونها خواهم شد. امام حسین با تحسین یه نگاهی به چهره مردانه او کردن، گفتن باشه تو برو. این مرد آمد توی میدان جنگ، شروع کرد با اینها به جنگیدن. یکی از اونها رو به خاک هلاک انداخت و به قتل رسون. اون دیگری از یک فرصتی استفاده کرد و یک ضربتی رو بر عبدالله ابن عمیر وارد کرد. سرانگشت او یا دست او مجروح شد و یه قدری متوجه به خودش شد. در این هنگام همه دیدن که یک خانم محجبه پوشیده ای با کمال شجاعت آمد توی میدان جنگ و او همسرش ام وهب بود، همسر این مرد مسلمان عبدالله ابن عمیر. آمد که به شوهرش کمک کنه، این چوبی را که وسط خیمه نصب میکنن این رو در دست گرفت و آمد به میدان جنگ. این مرد تا دید که زن او بیتاب شده و به میدان جنگ آمده، خواست همسر خودش رو به طرف خیمه های زنها برگردونه. با اصرار زنش رو میکشید به طرف خیمه های حرم. زن فریاد زد، گفت من رو نفرست به خیام حرم، بگذار من هم مجاهدت کنم و با تو به شهادت برسم. درست همین روحیه‌ای که ما امروز در زنهای خودمون، این قهرمانان شجاع انقلاب ما، مشاهده می‌کنیم که در همه جا مایلن دوش به دوش مردها باشن، حتی در میدان شهادت. مرد کوشش می‌کرد زن خودش رو به یه محل امنی برسونه و زن مقاومت می‌کرد. امام حسین علیه السلام از اون عقب فریاد زدن و زن رو خواستن، گفتن برگرد بیا تو نجنگ. این خانم برای اطاعت امر سید الشهدا علیه السلام برگشت به طرف خیمه های حرم. اما چند لحظه ای نگذشته بود که یک صدایی نظرش رو جلب کرد. نگاه کرد، دید که شوهر محبوب و عزیزش ضربت شدیدی خورده و روی خاک های گرم کربلا افتاده. زن بیتاب شد، دیگه نتوانست خودش رو نگه داره. آمد بالای سر شوهر محبوبش نشست و بنا کرد خاکها و خونها رو از چهره عبدالله ابن عمیر پاک کردن و ستردن. در همین هنگام شمر آمد بالای سر این زن و با یک ضربه عمود اونچنان بر این زن کوبید که او هم در کنار شوهرش افتاد و به شهادت رسید. بنابراین در شهدای کربلا مثل شهدای مکه و مثل بسیاری از میدانهای دیگر این انقلاب الهی و خونین، ما نام یک زن شجاع و مسلمان را هم در اعداد شهدا مشاهده می کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اصحابک. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را با اون عزیزان و بزرگواران محشور کن و سرنوشت ما رو همچون سرنوشت اونها قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر.